خشونت و غارت روز دوشنبه و مناطق جدید از لندن در حال گسترش یافت که وسایط نقلیه و مغازه ها به آتش کشیده شدند. مقامات به خاطر کنترل هرج و مرج فزاینده در سومین شب شورش ها در پایتخت بریتانیا تلاش می نمود. طی بدترین نارامی ها در لندن که در چندین دهه سابقه نداشته، این شهر شاهد حریق ساختمان ها، وسایل نقلیه و توده های کثافات و خاکروبه ها بود. دیوید کامرون، صدر اعظم آن کشور، تعطیلات تابستانیش را در ایتالیا خاتمه داد تا امروز سه‌شنبه به منظور پاسخ به تشدید خشونت ها با کمیته بحران دولت آن کشور تشکیل جلسه دهد. این نارامی ها که در اواخر روز شنبه در شمال لندن آغاز شد، الا شهر لیوشام و کامدن نیز گسترش یافت که با تجمع مسالمت آمیز آغاز شده بود، اما با شلیک پلیس بر تجمع کنندگان، این تظاهرات و خشونت و چور و چپاول مغازه ها انجامید. این اعتراضات به خاطر قطع مصارف دولت و گسترش سطح بیکاری در میان جوانان آغاز گردید. تریسا می، وزیر داخلی آن کشور، گفت 215 تن از افراد دستگیر شده اند و 27 تن دیگر آنها متهم شناخته شدند که در آن جمله یک پسر 11 ساله نیز متهم به سرقت است. با گفته پلیس، حدود 100 تن از دستگیر شدگان بین سنین 21 الی 35 به اثر خشونت ها زخم برداشته اند. به نظر می رسد که دلیل این شورش ها تا اندازه یک پارچگی جوانان باشد، هرچند برخی از آنهایی که در این خشونت ها دست داشتند ادعا می کنند که انگیزه آن کاهش مصارف عمومی دولت بوده است. دولت با هدف تشدید موضع خود در برابر خشونت، طوری که برخی از جمعیت های آن کشور از پلیس شکایت نموده اند، در تلاش مهار کردن این نارامی هاست. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.